بخیر به تمام شنوندگان پادکست فارسی زبان کوریر. به قسمت پنجم پادکست خوش آمدید. در قسمت‌های قبلی بحث مختلف رو مطرح و آغاز کردیم داخل پادکست که این قسمت شروع بحث طراحی و ساخت بازی هست. تو بحث طراحی بازی رو تو پادکست می‌خوایم برای اولین بار مطرح کنیم و مهمان امروز ما در پادکست آقای میلاد فتحی هستند. ایشون در حال حاضر طراح بازی، طراح رابطه کاربری داخل پروژه خیلی مختلف بازی رایانه‌ای در ایران هستند و چند سال تجربه در این زمینه دارن. خب من این مقدمه رو برای شنونده فرام کردم، حالا اگر ممکنه شما هم خودتون رو برای شنونده معرفی کنید تا بهتر شما رو بشناسن. سلام، ظهرتون بهشت. من میلاد فتحی هستم، مرسی که دعوتم کردی، خیلی دوست داشتم باشم تو این پادکستت، از اولش دنبالش کردم و خیلی باحاله. بعد اولش این توضیح رو بدم که طراحی بازی به معنی دیزاین نیست، چون تو فارسی کم مشکل این ترجمهش و منظور بخش آرت و طراحی گرافیکیش. در خدمت اگر چیزی هست بگو، من دونه دونه بگم. خب میریم با سال اول شروع میکنیم. شما رشتتون تو دبیرستان و دانشگاه چی بوده و اینکه چیزی که خوندید تطابق داشت با چیزی که خواستید بشه که همون طراحی بازی در نهایت بود؟ یه توضیح کلی در این مورد بگین، چون معمولا موضوعی که اکثر جوان ها مثلا تو ایران بر باشون یه خورده دست و پنجه نرم میکنن. من خودم نه، کلا تصورم یه چیز کاملا متفاوتی بود. من با بیل گیتس شدن خواستم شروع بکنم و اومدم رشته ریاضی فیزیک، برخلاف اینکه خانواده هم میخواست من برم تجربه و پزشک بشم، اومدم ریاضی فیزیک و بعد از ریاضی فیزیک هم تمام رشته هایی که تو کنکور میتونستن تمام انتخابام رو لیست کردم، کامپیوتر، کل کامپیوتر ها رو زدم تو اون 100 تا جایی که هست و هیچ رشته دیگه رو داخلش نبردم، چون فکر میکنم کامپیوتر عالی و فلان و علی حرف و من بیل گیتس میشم. اما بعد از اینکه اومدم داخل دانشگاه دیدم که تصوراتم کاملا متفاوت بوده با اون چیزی که بود و بعدش تغییر رشته دادم و رفتم توی مدیریت و احساس کردم بیل گیتس یه برنامه نویس نیست، یه مدیره، که بعد از اونم دیگه دراپ اوت کردم، کلا هیچ کدومو تموم نکردم و بعد از این بود که دیگه من آرتو شروع کردم. و سال بعد اینه که فرق بین طراحی بازی مستقل و بازی تحت شرکت بزرگ پر سرمایه دقیقا چی هست؟ چون حالا شاید شنوندگانی که گوش میدن متوجه این قضیه نباشن، ولی خیلی از بازی که رو موبایل شما خیلی دوست دارین و زیاد بازی میکنین اول توسط یه تیم خیلی کوچیک و بدون با سرمایه خیلی کم ساخته شده. میخوام ما برای شنوندگان این تفاوت بین این دو سیستم طراحی بازی رو توضیح بدید لطفاً. اصولا چون که بخش کلا تو ایران اساسا مستقلن و من بیشتر با درگیر مستقله ها بودم، این بخش مستقلش رو بیشتر میتونم توضیح بدم تا حالا بخش ایش. توی مستقلات یه سری چیزها رو اصلا فکر نمی کنی، مثلا درگیر توی آنالیز داده و نمیدونم مارکتینگ و جریانات و حقوقیش و هیچ کدوم اینا رو تقریبا در نظر نمیگیرن و همین باعث میشه که اکثر تمرکز و وقتشون بره سمت ایجاد خلاقیت و بازی مستقل عموما خلاق‌ترن، چه توی آرت، چه توی بخش حالا دیزاینش، حتی بقیه مسائلش، کرد حتی تو مارکتینگش هم یه وقتهایی خلاقیتهایی رو انجام میدن، چون که کسایی که دارن اونجا کار میکنن تخصصشون ممکنه تا یه حد خوب باشه، ولی خب یه تخصص آکادمیک حرفه‌ای توش نیست معمولا، حداقل تو ایران. این باعث میشه که بیان دور بزنن، یه سری راه حلای رو خلق بکنن و درگیر اون پیچیدگی‌های حالا حقوقی اینا نباشن، که البته این نقطه ضعف‌های خودش هم داره، چون تو قسمت مارکتینگش خیلی به مشکل می‌خورن، تو قسمت مونتیزیشنش خیلی به مشکل می‌خورن. اما تو جشنواره‌ها موفق تر از ای ها هستن به نظر من، که هم
خب میریم سراغ سوال بعد که میشه از تجربه خودتون در صنعت بازسازی در ایران و صنعت بازسازی مسائل در ایران یه خورده بیشتر برامون بگید برای شنوندگان. خب من از اونجایی که کلا اومدم توی بازسازی تو ایران تقریبا همش رو مستقل بودم و یه بخش کوچیکش رو رفتم، حالا تو یکی دوتا شرکت کار کردم روی پروژه هایی که یکم بزرگتر باشن، ولی تجربه من اینجوریه که خیلی فانه. بازسازی فکر میکنم بیشتر از اون که علاقه داشته باشی به این که ازش پول در بیاری، که اصلش اینه که ازش پول در بیاری، ولی خب بخش بالترش اینه که به شدت فانه، چون من چیزای دیگه هم کار کردم، آرت مثلا اپم کار کردم یا حتی آرت وبسایت یا لوگو فلان از اینجور چیزا، اینجور چیزا رو هم کار کردم. توی بازسازی خیلی بهت خوش میگذره، یه پکیج کاملی از صدا و نمیدونم دیزاین و داستان و جریاناتش و اینا، و یه جامعه خیلی اکتیو و خوبی داره. من عاشق جامعه بازسازان حقیقت. تجربه من یه تجربه مثبتی بوده. توی بخش مالی شرکت ها ضعیفن، تیم ها معمولا ضعیفن، که حالا داره بهتر میشه روز به روز، ولی خب تا الان ایناش خیلی داغونه. حالا قوانین، من حمایت رو استفاده نمی کنم چون کلا حمایت جو نیستم، اما خب تو قضیه قوانین و مسائل و جریاناتش، پشتیبانی هایی که حالا باید دولتی و قانونی مثلا تو نشر و تو حقوق و اینا باشه، وجود نداره تقریبا و گاه به گاه اذیت میکنه بازسازا رو. جریان آکادمیکش هم که کلا فکر نکنم وجود داشته باشه تو ایران، همچنان یکی دوتا دانشگاه دارن یه چیزایی رو میارن و یه سری واحدا رو میدن، ولی چیز کلی و سازمانی یافته وجود نداره، همه تجربه دارن وارد میشن. این خودش یکم باز سخته و باحالش هم میکنه، چون این وسط یه ماجراجویی هم اضافه میشه که خودت بری هر چی رو میخوای پیدا بکنی. و اینه. و سال بعد اینه که دقیقا حالا همین بس صحبت ها که انجام شد، حالا شاید برای بعضی از شنوندگان گنگ باشه این قضیه، ولی حالا میخوایم یه خورده بریم بشکافیم قضیه رو. به صورت خیلی کلی بگید برای ما یک بازی دقیقا از چه اجزایی تشکیل شده. سال قبلی هم یکم توضیح دادم بازی حالا به طور کلی یه قالب کلی نداره، ولی خب برای بخوام توش یه قالبی رو بدیم، یه بخش آرتی رو داره که ویژوالش تو میبینی، یعنی چیزی که هر اون کاربر میبینه کلا باهاش اینتراکشن داره، یه بخش صداشه که خودش باز میشه موزیک و ساوند افکت و این چیزا، یه بخش کد نویسیه که این پس زمینن معمولا کاربر نهایی هستن متوجهش نمیشن، بهش فکر نمیکنن و عموما داستان دارن یا حداقل یه پیش زمینه داستانی پشت بازی هست، و اینا چیزاییه که بیشتر لمس میشه و بازسازهای مستقل هم بیشتر سمت این میرن که یه چیزای اصلی تر رو جا میندازن، و اون اصلی تره اینه یه بخشی رو میخواد هر تیم بازسازی که بیاد وقتش رو بذاره روی آنالیز داده و تجربیات بقیه کاربرا و دادایی که از بقیه کاربرا میگیره رو تحلیل بکنه، بر اساس اون بیاد مایلستون و از این چیز میزا ست بکنه که نهایتا هی آپدیت ها بر اساس اون باشه، که اینو معمولا توی تیما من کم دیدم، باهاشون کار کردم و نتیجه بدی میبینم. بخش مارکتینگش و آنالیز دادش و داده محوریش رو ندارن، اما بهتر داشته باشن. و سال بعد اینه که شما تو صحبتاتون قبلا چند دقیقه پیش گفتین که شما تو هم طراحی لوگو هم طراحی وبسایت تجربه داشتین، و اینکه جوری که مشخصه خود به قولن ماهیچه طراحی تو همه عرصه مختلف کمک میکنه کلا به هر فرد طراح. ولی خواستم بدونم که شما در مورد آرت همون طراحی بصری تو گیم یه توضیح مختصر بدین که دقیقا چجوریه.
آرت توی گیم یکی از بالترین جاییه که میشه آرت زد با تجربه من و پویاست. یکی پویایش رو دوست دارم، یکی اینه که پشت هر کارش یه داستان و یه قضیهی وجود داره و سختی های فنی داره. مثلا من باید کارکتری رو بزنم که بشه اونجوری انیمیتش کرد، یا مثلا نمیتونم آزادانه هر کاری رو بکنم، به خصوص که توی یو آی که کار میکنم این مشکلات فنیش خیلی جلوی خلاقیت من رو میگیره. گاهن باید یه چیزی رو من بزنم که هم از نظر ویژوال یه جذابیت بصری خوبی داشته باشه، هم از نظر اون انجینی که پیاده میکنه مثلا امکان پیاده سازیش توش وجود داشته باشه، همین که اون کسی که تو انجین داره پیاده میکنه اون تخصص پیاده سازیش رو داشته باشه. و چالشش اینجوری است، اما به لحاظ کلی خیلی فانه و هیچ محدودیتی بجز حالا این چند تا محدودیت فنی که گفتم معمولا نداره. میتونی هر سبک آرتی رو پیاده بکنی تویش، میتونی پیکسل آرت بزنی، میتونی کلن فلت بزنی، میتونی نمیدونم حالا نمیخوام کلمه تخصصی الان استفاده بکنم، توی سبکای مختلف استفاده بکنی. حتی من خودم یه پروژه رو بود که البته برای مسابقه بود، اونو کلن اومدم استایل نقاشی قهوه خونه یه مثلا 100 سال پیشو پیاده کردم و ایناش من دوست دارم. میتونی تا اونجایی که محدودیت فنی یا حالا محدودیت پیاده سازی وجود نداشته باشه کاملا ذهنتو باز بکنی و هر چیزی که دوست داری پیاده سازی کنی. من عاشق این بخششم. و میرسیم سراغ سوال بعد، اینه که از تجربه خودتون در رابطه با کار در استودیو بازی سازی، یعنی استودیو بازی سازی جا افتاده به قولن، و کار فریلنس در فرآیند طراحی بازی توضیح بدید. نه همیشه ذهنم درگیر این فریلنس و کار فول تایم یه جا استخدام بشی درگیرش بودم کلا و همچنان هم هستم. همین الان هم اگه مثلا بیو من رو تو اینستاگرام ببینی نوشتم که دنبال یه فول تایم جابم، اما همزمان فریلنسری هم دوست دارم و جزء استانداردهای من هم هست. هر کدومشون یه مزیت هایی داره و یه بالا پایینی نسبت به اون یکی داره که جذابش میکنه. اگر کسی مثلا باشه که بتونه ارتباط خوبی با بقیه برقرار بکنه و اون حالا استعداد معمولیش رو خواهم بگم مثلا اعصابش رو داشته باشه کلن سر کرده بزنه با اینو، اون فکر میکنم فریلنسری خیلی بهش بیشتر خوش بگذاره. از لحاظ درآمدی هم معمولا این دوتا درآمدشون خوبه، حتی مثلا ممکن فریلنسری خیلی بیشتر درآمدش باشه، اما مزیت استودیو اینه که تو حقوقات مثلا سر ماه میگیری، اما فریلنسری ممکنه یک ماه نمیدونم ایکس میلیون باشه، یک ماه دیگه مثلا ایکس من های فلان میلیون باشه و این قضیه درآمدش اینجوریه. قضیه کار کردیش توی سازمان ها خیلی استریکتری، یه پروتکل های وجود داره و مجبوری که به اون پروتکل ها احترام بذاری، ساعت کاری مشخصی داری، فضای کاری مشخصی داری، دست باز نیست. اما وقتی که فریلنسی راحت میتونی هر جای کار بکنی، میتونی بری توی کافی شاپ بشینی کار بکنی، میتونی صبح کار بکنی، میتونی شب کار بکنی، پروتکل ها هم نمیخواد معمولا انجام بدی، کلا نحوه کار کردنش به طور کلی با هم متفاوته که الان توضیحش یکم سخته بخوام بهتون بگم. اما تجربه من این بوده که این دوتا کلا دوتا دنیای متفاوتی هم با یه سری بالایی و پایینی های هر کدوم، که از نظر من کسی که دوست داره فریلنس باشه نیاز داره که حتما یه وقتی رو بذاره رو قضیه سافت اسکیلزش و اینا بیشتر از اون استودیو، چون آرتیست اصولا یه کسی هست که اون وسط با برنامه نویس حتی ممکنه که در ارتباط باشه، همزمان با مدیر پروژه در ارتباط، با لید آرتیست خودش در ارتباط، یا ممکنه آرتیست همکار داشته باشه با اون باید مچ باشه و
با گیم دیزاینر هم همزمان مچ باشه یه جورایی، به خصوص تو زمینه یو آی که باشی، یو آی یو ایکس، این کسی که این وسط مرکز هم است و نیاز داره که سافت اسکیلز قوی رو پرورش بدن. خب دو چیز شما گفتین، یکی که کسی که فریلنس میخواد به عنوان فریلنس فعالیت کنه باید سافت سکیل قوی داشته باشه، یکی که لطفاً سافت سکیل رو توضیح بدید برای شنوندگان و اینکه از کجا پروژه و کار برای کار فریلنس در حوزه بازسازی میتونن پیدا کنن، این دو چیز رو اگه بگید ممنون میشه. آره کلن فریلنسری بیشتر میخواد به نظر من سافت سکیلز، اما اون بقیه جا هم نیاز داره بهش. سافت سکیلز چی هست ببخشید؟ طریقه ارتباط با بقیه، اینکه توی تیم چجوری میتونی ارتباط موثری رو با بقیه برقرار کنه. صرفا من منظور تو محیط کاری نیست، تو محیط معمولی و زندگی عادی هم به درد همه میخوره، اینطوری که بتونی عصبانیت خود تو کنترل بکنی تا حدی بتونی نظرتو نشون بدی، بتونی ایدتو توضیح بدی و یه محیط کاری مثبتی رو بسازه بهش میگن سافت اسکیلز. فکر کنم به تعریف من چیزایی که خودم حالا در موردش خوندم و اینا رو آخرش بهتون میگم، فعلا فکر نکنم نیاز باشه. و از نظر اینکه چجوری پروژه پیدا بکنم، همینطور که گفتم بیشتر کارام پروژه‌ای بوده و فریلنس، اونم من یه تستی دارم و تستم اینه که تا الان بیشتر میام پروژه‌ای رو قبول میکنم که حالا تیمای کوچولو تری دنبال تیمای بزرگ نیستم. دلیلش هم اینه که تیمای کوچولو تر خلاق‌ترن و من عاشق خلاقیتم، دوست دارم یه چیزایی بزنم که کمتر حالا درگیر اون حاشیه‌های بزرگ و گنده گنده آش باشه و تمرکزم رو تیمای ایندی میگردم و تیمای رو پیدا میکنم که کوچولو ترن، با اونا کار بکنم، اونجوری خیلی بیشتر بهم خوش میگذره. از یه طرف یه مشکلی هم داره که بعدا بهتون میگم. چجوری پروژه پیدا بکنید؟ اول از همه سافت اسکیلز است. من معمولا خودم اینجوریه، تبلیغ خاصی نمی کنم، حتی تو شبکه‌های اجتماعی مثلا توی اینستاگرام اکتیو نیستم، معمولا توی لینکدین هم اکتیو نیستم. توی دریبل من میرم و با آرتیست هایی که اونجا هستن و خوشم میاد ازشون کانکت میشم. دیگه تلگرام زیاد به من کمک کرده و میگردم و آرتیست ها رو پیدا میکنم، باشون صحبت میکنم. یه چی میان شبکه آرتیستی برای خودم اول پیدا میکنم. این مستقیما کمکی به پروژه پیدا کردنتون نمیکنه، ولی بهتون کمک میکنه که بعد از اینکه پروژه پیدا کردید یه رپیتیشن خوبی برای خودتون بسازید. همزمان میگردم کسایی که حالا سرمایه گذارن، مدیر تیمن یا برنامه نویس تیمه، چون تیمای کوچولو معمولا دیگه مدیر اونجوری ندارم، سمون برنامه نویس خودش مدیرم محسوب میشه. اینا رو پیدا میکنم، باهاشون صحبت میکنم و سعی میکنم باهاشون دوست بشم. و یه دوستی علکی هم نه، دوستی راست راستکی. اینجوری من پروژه پیدا میکنم و خوبم هست. تقریبا زمانایی که پروژه بخوام بگیرم معمولا همیشه برای من پروژه بوده و فکر میکنم دلیل اصلیش همینه. ارتباط بگیرید، زیاد بگیرید. سایت های پروژه گرفتن رو نرید. نه من تجربه خوب دارم، من فکر نکنم کسی کلن تجربه خوبی داشته باشه. پونیش ها به درد نمیخوره، نمیدونم. حتی اون سایت فریلنسر خارجی هم مناسب نیست برای این قضیه. آرت شاید تو حالا مثلا چیزهای دیگه خوب باشه، ولی تو این قضیه خیلی به مشکل میخورید. به خیالش بشید کلن و سعی بکنید تو همون شبکه های اجتماعی که حالا اون جامعه هدف بیشتر اکتیوه، که حالا فکر میکنم توی اگه شهرستانن مثل من که همون تلگرام اوکیه، تو گروه ها عضو بشن و اکتیو باشن، صحبت بکنن، آشنا بشن. این خودش پروژه میاره، این طرف رو میشناسی، این خودش میاد پروژه میده بهت، یا یه نفر دیگه میاد معرفی میکنه که تو پروژه رو بگیری و تقریبا همیشه پروژه خواهید داشت اگر ارتباط موثری برقرار بکنید باهاشون.
اما اگر که توی شهر بزرگتری مثلا پایتخت هستید، الان که کروناست توصیه نمی کنم، ولی خب زمانی که حالا این بیماری نبود، توی تمامی رویدادهایی که اتفاق می افته یه تایملاینی برای خودتون توی گوگل کلندر یا هر جایی که راحت ترین اینا رو اضافه کنه، بهتون یادآوری بکنه حتما برید. من خودم تو گیم جما رو میرم، معمولا تمام گیم جما رو فکر کنم رفتم و اونجا برای من خیلی اوکی بوده برای کانکت شدن و ارتباط پیدا کردم و در نتیجه پروژه گرفتم. پس توی یک کلمه بخوام بگم، ارتباط موثر، پروژه بیشتر. خیلی عالی. و موضوع بعدی که میخوام باهاتون در میون بذارم اینه که شما طراحی کاربری رو چند وقت هست دارین در داخل اون فعالیت انجام میدین و اینکه چقدر ارتباط بین دانش طراحی سنتی، طراحی به قولن عادی، اصول طراحی میتونه به قولن کمک کنه به یه طراح کاربر؟ من تقریبا از اولی که اومدم تو جدی اومدم وارد شدم، تمرکزم روی یو آی بود، همون طراحی کاربری بود و فکر کردم نقطه ضعف زیاده، نقطه یه که کلا گپش خالیه و من میتونم اونجا رو حالا بعدی که برای خودم باشه پر بکنم و هنوزم جا زیاد داره، من کم میبینم حالا حتی خودم و بقیه تیمایی که استفاده میکنن توی ایران، خیلی این گپش زیاده، خیلی فاصله داره به اون چیزی که باید باشه و راحت میتونن کلی یو آی آرتیست دیگه وارد این قضیه بشن. من از اولش تقریبا شروع کردم که میشه فکر کنم 3 سال پیش تقریبا بخوام گردش بکنم. فرقش یا حالا تأثیرش با اون طراحی دستی که میگه یا نقاشی معمولی توی از یه یو آی و یو آی گیم تقریبا فرقی نداره و تو چون یه چیز سرگرم کننده، یه چیز داستان محور، حالا بخوام چنین اصطلاحی بکنم، نمیدونم اصطلاحش، بخوام چنین چیز رو توضیح بدین، نیاز داریم که یه آرت بزنیم، یه آرت واقعی. آرت واقعی منظورم اینه که وقتی که مثلا یه اپ یو آی یه نرم افزار رو میزنی، اون موقع این چیزا نیازی نیست، مثلا تو گل و بوته رو نمیکشی، نمیدونم یه میز کار رو نمیخوای بکشی به عنوان منو، معمولا یه سری چیزایی از پیش تهیه شده هست، یه سری استانداردهایی هست، از همون استفاده میشه و حالا خلاقیتشون رو تون پیاده میکنن، مثلا گوگل متریال یه چند چیزی هست، از همون پالت رنگی استفاده میکنن، از اون فلان استفاده میکنن عموما. اما توی جریان گیم اینجور نیست، گیم باید رسما پینت بکنه. حالا پینت منظورم این نیست که بیا با موز نام مثلا باکنه تو بکنه بزنی و کلا با موز بزنی، حالا خب رسما باید یه چیزی رو بکشی، یه وقتای ممکنه منوت بشه یه خونه و یه وقتای هم نه، ممکنه یه گیم ساده و شبیه به اپلیکیشن رو بزنی و اونجوری باشه. پس توی گیم باید بلد باشی پینتون. بله. و میریم سراغ سوال بعد. به نظر شما چالش های پیش رو برای بازی‌سازی در ایران چی هستن و راه‌حل‌های کلی چه پیشنهاد میدید نظر شخصیتون؟ توی بازی‌سازی ایران به طور کلیشون نمیتونم نظر بدم، ولی چالشی که تو خود قضیه آرتشه و میگم که خودم زیاد تجربهش میکنم، یعنی از هر 8 فکر کنم از هر 10 تا 8 تاش این مشکل توش بوده برای من، اینه که آرت از اونجایی که یه چیز ویژوالیه و هر کسی یه درک متفاوتی از یه چیزی که میبینه ممکنه داشته باشه، حالا بر اساس اون بک‌گراندش یا هر چیز دیگه، یه تصویر رو ممکنه یه جور دیگه توصیف بکنه و همین سختش میکنه که همه میتونن اونا یه جوری توصیف بکنن. فرضاً قبلا که حالا من یکم برنامه نویسی کار میکردم این مشکل معمولا وجود نداشت، چون کد رو تو پس زمین است، همه باش درگیر نیستن، حتی تو خود تیم مثلا آرتیست نمیره بگه که این کد رو
فلان چیزو بزنه، چون اصلا نمیدونه اون تخصص رو، نمیتونه هیچ نظری نسبت به نمیدونم معماری کد نویسی اون بده یا هر چیز دیگه. ولی توی آرت اینجوری نیست. هر انسانی، چه بچه چه بزرگ، چه نمیدونم مهندس دکتر یا آرتیست دیگه، همه میتونن نظر بدن. و حالا خوشبختانه متاسفانه شد دقیق هنوز نمیدونم، ولی همه هم نظر میدن. این تو تیم خیلی مشکل ساز میشه و یه وقتایی مجبوری که به همه جواب پس بدی برای آرتت، در حالی که حتی اون طرف هیچ تخصصی تو حوزه نداره یا چالش هایی که ممکنه تو خود اون پیاده سازی وجود داشته باشه رو اصلا مطلع نیست و میاد صرفا بر اساس یه سلیقه شخصی که داره و بک‌گراند ذهنی که داره شروع میکنه نظر دادن. و اینو هندل کردن سخته، یعنی که از هر 10 تا پروژه‌ای که برمیداری 8 تاش به این مشکل میخوری و کسی نمیخواد ازت. اصلا تو خودت آرت رو بزنی، یه آرتیست رو میگیرن، کل قبلش نمونه کاراتو میبینن، نمیدونم تست کیس ازت میگیرن، کلی بک‌گراند چک کردن، مثلا مسائل پیچیده‌ای رو انجام میدن، اما نهایتا تو عمل که اتفاق میفته هیچ کدوم اونا اهمیتی نداره. از قبل اون تصمیمش رو گرفته، ده تصمیم مبهمه، چون دقیقا نمیدونه چی میخواد، فقط میدونه که یه چیز رو میخواد، ولی به این قضیه فکر نمیکنه که وقتی که میاد به من میگه من یه موجود چهارپایه رو میخوام، اون موجود چهارپایه ممکنه آرتیست یونیکورن بزنه، ممکنه نمیدونم شتر بزنه، ممکنه اسب بزنه و خودش هم نمیدونه چیه. یه بار یونیکورن میزنه میگه نه من یونیکورن نمیخوام، یه چهارپا میخوام. یونیکورن چهارپا میگه نه من یه چهارپا دیگه رو میخوام. و میره اسب رو میزنه، اسب هم باز نمیاد و این قضیه خیلی پیچ در پیچ میشه و یه وقتایی کم میاری معمولا، همیشه هم که نه، یه وقتایی مشکل سازه. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که زمانی که یه آرتیستی رو استخدام میخوای بکنی، قبلش این چک بکنی، نمونه کارش معلومه، استایل کارش معلومه، حتی اینکه حالا تا کجا میتونه پیش بره معمولا توی رزومه معلومه دیگه، این طرف پتانسیلش، حالا تخصصی که فعلا داره تا این مرحله است، از اینجا به بعدش ممکنه نتونه. و خب این زمان نباید اینو بگیری برای چنین تسکی که از این بالاتره. و زمانی هم که تسکی بهش داده شد دیگه، اونجا به بعدش خودش میدونه و خودش باید اعتماد بکنه به اون تخصصش. مگر زمانی که فرضاً من الان یه آرتیستم، بالا سرم یه لید آرتیست دارم، اون لید آرتیست خب طبیعتاً تخصص و جریانات آرتش بیشتر از منه، اون موقع اون میتونه بیاد اینو ببره زیر سوال، نمیدونم سوال پیچ کنه و یه سری جریانات. ولی این که مثلا یه گیم دیزاینر بیاد تخصصا تو آرتش دخالت بکنه، یا این که نمیدونم یه برنامه نویسی بیاد وارد بشه قضیه این و ببره کلن زیر سوال و این جریانات، اصلا خوب نیست. طبیعتا آره، تو ایران خب یه سری مشکلات و چالش ها وجود داره، حالا مخصوصا برای هنرمندان. و خودمونم حتی فکر کنم شما قبول کنید که به عنوان یک شغل ثابت، مثلا کسی که الان بخواد از صفر شروع کنه و بخواد مثلا به عنوان یک طراح بازی زندگی خودش رو بچرخونه، خورده غیر ممکنه. ولی باز با این حساب باز میشه یه حقوق نسبتا مناسب باز برای خودش آدم پیدا کنه تو این عرصه. حالا میخوام به این سوال برسم، چطور میتوان یک بازساز موفق شد در ایران با وجود تمام این چالش ها؟ یعنی چه راهکار شما از تجربه خودتون یاد گرفتید بگید بر ما؟ موفقیت کدونه کلمه خیلی نسبیه فکر میکنم و هر کس ممکن تعریفش از موفقیت فرق بکنه. اما حالا اگه من بیام موفقیت رو اینجوری تعریف بکنم که یک نسبتاً خودت از کار خودت راضی باشی و مثلا نه این چه کاری من دارم انجام میدم فلان اینا، و همین که بتونه حالا زندگی تو تا یه حدی بچرخونه و درآمد استیبلی رو بهت بده، اگر اینو بگیم موفقیت، چطور میتونیم باشیم و الان مراحلش رو بگم یا کلی جواب بدم؟ کم گیج شد. کلی جواب بده از تجربه خودتون.
اول از این که من فکر میکنم با آرت رو دوست داشته باشم، چون آرت اصلا بحثش با بقیه چیزا خیلی فرق میکنه. آرت از دل میاد، از یه چیز احساسیه اصولا. اگه خوشت نیاد ازش بد میشه. حالا پروژه‌ای که من توش مشکل داشتم، مثلا همون قضیه قبلی که بهت گفتم، دل خودم توش نبود، معمولا افتضاح میشدن، تو عملم افتضاح میشدن، تو نتیجهش هم افتضاح میشده. ولی پروژه‌ای که من خودم حال میکردم و صرف هم به خاطر اینکه حالا درآمدش رو بگیرم نبوده، خیلی همه رضایت زندگیت، مثلا اون دوره حالا 3 ماه داری رو پروژه کار میکنه، اون 3 ماه هم پرفورمنست بالاست، هم رضایت از زندگیت بالاست و هم نتیجتا درآمد خوب هم داره. پس اولش اینه که آرتو اگه دوست نداری نه داخلش، نه به جای میرسی و نه اینکه خودت حال میکنه با کاری که داری انجام میدی. دومش این که سافت اسکیلز تو بیار بالا، به خصوص تو ایران. ایران چون که هیچ سازمانی پشتش نیست، یه بنیادی هست ولی خب اون رو حواس و سازمان خاص پشتش نیست، تیما اصولا مستقلن، استودیوی خفن و بزرگ و نمیدونم سازمان یافته وجود نداره اصولا، و اولین و آخرین راهکارت برای اصلا دسترسی به اون پروژه و این که ازش کسب درآمد بکنی و حتی این که بشناسنت، چون یه جامعه کاربری خیلی کوچولویی داره نسبت به بقیه فیلدهایی که وجود داره، اینه که ارتباط موثری رو برقرار بکنی و بتونی با بقیه دوست بشی. این دوتا رو که انجام بدن، نهایتا میتونن تو قضیه پروژه گرفتن و رضایت از کارشون موفق بشن. و حالا اینکه بقیه هم از کارشون رضایت پیدا بکنن، اون یکم تخصصیه و خب دائما تمرین کنید و دائما تئوری ها رو بخونید، 50-50 تئوری به اضافه تمرین. به خصوص اگر طرف میخواد یو ایکس هم کار بکنه، یو ایکس و یو آی دوتا چیز جدا هم، ولی اگر حالا توی ایران که یکم جمع جورتره، معمولا همون یه نفر جفتش رو انجام میده یا اصلا یه نفر دیگه کلا یو ایکس انجام میده، اینا باید خیلی تئوری ها رو بخونه و روز به روز هم عوض میشه، آپدیت میشه، آپدیت بکنه، آرت استایل خودتو در بیاری که یکم طول میکشه تا برسی به یه آرت استایلی که البته ببینن احساس بکنن مار توه، رو متمرکز باشه. این قضیه حالا رو آرت استایل متمرکز بشی تو ایران یکم سخت، چون گفتم که یه چیز از پیش تعریف شده ای برای درآمدزایی وجود نداره، مجبوری که با هر کسی و هر تیمی خیلی وقتا کار بکنی و نظر تو هم که معمولا به عنوان آرتیست هیچ اهمیتی نداره و اینجا توی دورایی گیر میکنه که من الان نیاز دارم به اون درآمدش یا من نیاز دارم به اون ارزای روحی خودم. اگه به اون درآمدش نیاز داری، مجبوری که تن بدی به اون آرت استایلی که میخواد، هرچند که مثلا مزخرفه، اون پالت رنگی که اصرار داره، با اینکه میدونی که این پالت رنگ اصلا اینجا جاش نیست، این کار انجام بده، خب درآمد میاد. اگه موفقیت پولی است خیلی میتونه بیاری بالا، مطمئن باش. یعنی حالا حتی مثلا قبلا شده، من حالا شاید دوست نباشه کلا درآمدی اینجوری بگم، ولی خب قبلا شده تا یه حد خیلی خیلی هایی رو من مثلا کسب درآمد بکنم تو یک ماه، ولی زمانایی هم که دیگه نه، دیگه کم میاری کلا، دیگه روحت اجازه نمیده، مغزت اجازه نمیده چرت و پرتی که از نظر خودت بزنی، شده که کلا مثلا یک ماه دیگه هیچ پروژه رو نمیگیری. پس بین این دوتا میمونه که اگر موفقیتشون بیزینسه، بیان بقیه بازیایی که دارن میزنن و بقیه تیمایی که کار میکنن، یه ارتباطی رو با آرتیستاشون بگیرن، کاراشون رو ببینن و یاد بگیرن استایل اونا رو. اینطوری پروژه بیشتری میگیرن، درآمد بیشتری کسب خواهند کرد. ولی اگر از نظر اون قضیه اونورشه که میخوان خودشون حال بکنن با آرتشون و لذت ببرن از زندگیشون و صرفا با یه درآمد مینیمومی میتونن کارشون راه بندازن و اینجوری موفقیت رو تعریف میکنن که من از کارم لذت میبرم،
اون موقع باید آرت استایل خودشون رو پیدا بکنن، دائما آپدیت باشن با چیزی که حالا دنیا داره پیش میره و متمرکز باشن رو همون فیلدی که خودشون دوست دارن. و میرسیم به سال بعد، اینکه شما در حال حاضر پروژه ای هست که دارید انجام میدید، میتونید با ما در اشتراک بذارید پروژه ای که دارین در حال حاضر انجام میدید، یا اینکه اگر حالا تحت قرارداد هستین نمیتونین صحبت کنین، در همین حد بگید که طراحی رابط کاربری، طراحی کاراکتر، طراحی لوگو، دقیقا چی هست، یه توضیح کلی در مورد فعالیت حال حاضرتون بدید. پروژه‌ای که الان دارم روش کار میکنم، یه میتونم حالا اسمش رو شاید نباید بگم و شاید هم باید بگم، نمیدونم دقیقا، چون قرارداد خاصی ندارم و تو ایران عموما قراردادی وجود نداره و مگر اینکه شرکتی باشه، شرکتی ها قراردادشون سفت و سخته، ولی حتی فریلنس کار میکنه عموما قراردادی وجود نداره و الان من هم تحت قرارداد خاصی نیستم، اما صرفا حالا بر اساس وجدان کاری ترجیح میدم که اسم نگم، شاید الان آمادش نباشن و برنامه برای ریلیزشون داشته باشن. چیزی که میتونم بگم اینه که یه بازی نوستالژیکه که اومدن حالا مدرنش کردن و وارد دنیای امروزیمون کردن، مولتی پلیر هم هست و آرت، بخشی از آرتش با من، پروژه قبلا یه آرتیست داشته که نمیدونم الان حالا به هر دلیلی که منم نمیدونم آرتیستش رو عوض کردن و الان فعلا منم بخشایی رو دارم من میزنم. خب من خودم ترجیح دادم که بیام حالا یه سری از بخشای اون آرتیست قبلی رو هم ریدیزاین بکنم که خودم قضیه این که من بتونم مجاب بکنم که نیاز به ریدیزاین داره چالش برانگیز بوده و آرت استایلی که من انتخاب کردم براش، چون یه بازی نوستالژیک بوده، خب یه آرت استایل وینتج و کلاسیک رو پیاده کردم، در این حال از اونجایی که این بازی یه بازی رد سنی، حالا رد سنی خاصی نداره ولی خب عموماً حالا با توجه به نوستالژی خودم زمانی که توی من بین اصلا 8 سال تا 12 سال بیشتر اکتیو بودم توی این بازیه، فانتزی رو زیاد بهش اضافه کردم و از طرفی استایل شخصی خودم رزومه مثلا هست توی پیجم، اگر توی هایلایت هم هست میتونم با دوست داشتیم بریم ببینید، من استایل کومیک وارانه دوست دارم و حالا زمانایی که بخوام استایل خودم رو بزنم اوتلاین اضافه میکنم و رنگ ها رو معمولا رنگ های پیلی رو انتخاب میکنم و سعی میکنم که یک متریال تکسچر چیزی بهش بدم، وینتجی بهش بدم. تو این پروژه هم تلاش هم اینه که اینو پیاده سازی بکنم، نه صرفا چون استایل خودمه، چون قبلا پروژه مشابهی بوده و من انجام دادم و نتیجه مثبتی از آرتش گرفتیم، فکر میکنم اینم باید اینجوری باشه و امیدوارم که حالا نهایتا بتونم هم چیزی که میخوام پیاده سازی بکنم. و میرسیم به سوال آخر این بخش که میخوایم ما بدونیم دقیقا در آینده اگر فرصت داشتید فارغ از هزینه و زمان چه مهارت جدیدی رو یاد میگرفتید، حالا جدا از بحث گیم دیزاین. خیلی هست. فکر کنم اولیش رو که بخوام یاد بگیرم احتمالاً حالا یکم اینو فکر نکنم گفتنش الان خوب باشه، بذار برم دومیش رو بگم. دومین چیزی که بخوام یاد بگیرم اگر که کلن همه چیز رو بخوام بذارم کنار و میرم سمتش، احتمالاً یاد گرفتن زبونهای مرده دنیاست. چراش هم میخواهی بگم؟ بگو بفرمایید بگید. چراش رو فکر میکنم زبان اصولی ترین و مهمترین چیزیه که بشر داره و من عاشق زبونم. الان مثلا من عبری رو یاد گرفتم،
انگلیسی رو یاد گرفتم، اسپرانتو رو یاد گرفتم. اسپرانتو رو با اینکه میدونم شانس این که من یه روزی با یه نفر دیگه که اسپرانتو بلده رو به رو بشم و صحبت بکنم تقریبا صفره، چون کلا 1 میلیون صحبت کننده تو کل جهان داره و اونم پراکندن. با این حال اینجور زبون ها رو من خیلی دوست دارم، من کلا زبان رو خیلی دوست دارم و از همه مهمتر صحبت کردن من واقعا عاشقشم. اوکی، خیلی هم خوب. و میرسیم به بخش علاقمندی ها، که این بخش در پادکست یه جوری مثل زنگ تفریح هم برای خود مخاطبین هست، هم برای خود مهمان هر پادکست، و سوالات خیلی کوتاه مختصر در مورد علاقمندی خود فرد پرسه میشه. و شروع میکنیم با اولیش. نرم افزار طراحی مورد علاقه شما؟ فتوشاپ. آرتیست مورد علاقه؟ این یکم گمنامه، فکر نکنم حالا کسی بیرون هست، ولی یکی از بچه های تهران سنش کمه و یه آرت استایل خیلی خیلی خاصی داره برای خودش و من خیلی دوستش دارم. پرپر کرات خودش رو صدا میکنه، حویج بنفش، من خیلی دوست دارم کارش، آرتیست بزرگی نیست. خیلی هم خوب. و بعدی بازی مورد علاقه؟ بازی مورد علاقه من کنم این سخت ترین سوالی بود که پرسیدی تقریبا. طبیعتا معلومه از کسی که طراح بازی است طبیعتا بازی مورد علاقه زیادی داره، ولی به صورت کلی یکیش رو اگه مجبور بودین انتخاب کنین که مثلا تا آخر عمر فقط اونو بازی کنین، یه خورده سوال بی خودیه، ولی دارم سعی میکنم کمک کنم که به جواب برسید. من بخوام بگم مورد علاقه خاص اونجوری تاپ و خفن نیست، بکنم بازی که خودم بچه‌ام خیلی خوشم میومد ازش و بازی میکردم، اسمش رو حقیقتا نمیدونم، ولی جوجه جمعی کرد تو سگا بود، نمیدونم اسمش رو، اگر یادته فیلیکی، اسمش فیلیکیه. آره میدونم کدوم ولی خب آره اون فکر کنم باحال‌ترین بازی زندگی من بوده، چون تجربیات خاصی باش داشتم. و سیستم عامل مورد علاقه؟ من چون کلا بیگیتس رو خیلی دوست دارم، فکر کنم عاشق ویندوز. و شبکه اجتماعی که توش بیشترین فعالیت رو دارین؟ تلگرام. من 24 ساعت آنلاینم و پاسخگوام. و آخرین سال بازی مستقل مورد علاقتون؟ این دیگه هم یعنی منظورم گوزی مستقل بلا من اینا رو میگم بعدن میگم چرتو پرت دوست دارم. خب آره دیگه، من گفتم حتی تو انتخاب پروژه من میگردم اصلا یه تیمای خاص و گمنام و کوچولو اینا دوست هم اینجوری کار رو کنم. آرتیست مورد علاقه من باز گمنام بود، بازی مورد علاقه من باز همینجوریه، من بازی خاص و بزرگ مثلا تاپ ناچی که حالا همه دوست دارن، گرچه من هم دوست دارم، ولی خب مورد علاقه اونجوری نیست. من بازی مورد علاقه ایندی، من بازی ایندیه که کاملا گمنامه، فکر نکنم دوست داشته باشن توضیحش بدم کسی بفهمه. اگر اوکی بود بعد لینک میدم تو دیسکریپشن پادکست بذار. باشه، مشکلی نیست. و با تمام صحبت هایی که کردیم برای جنبندی کلی، یک نقشه راه از تجربه خودتون که طراحی بازی رو شروع کردید و به تخصص و دید بصری که مطالعه تو این زمینه بهتون داده رسیدید رو برای شنونده که علاقمند به این موضوع هستن رو توضیح بدید لطفا. یک نقشه راه تایملاینی رو به ما بدید که حتما به پایان برسونید. من خودم آکادمیک واردش نشدم و شاید حالا آکادمیک تو ایران مشکل ساز باشه، من صرفا مسیری که خودم رفتم یا مسیری که خودم رفتم به اضافه یه سری اصلاحات میگم که اگر کسی بخواد از این مسیر بره میتونه این کار رو بکنه، مسیر آکادمیکیشو من نمیتونم. اول از همه زیاد ببینه، زیاد ببینه و دیدنش با دیدن معمولی فرق بکنه، سعی بکنه که شیپ ها رو، خود شکل ها رو توی چیزایی که میبینه در بیاره، دقت بکنه به
چینش چیزها و کنار هم دیگه نورها، من خودم این کارا رو زیاد میکنم توی اتاق خودم. منظورم نظم منظم بودن چیزی نیست، یه وقتایی آرتی اونقدر قشنگ نامرتبه که خیلی دوستش خواهید داشت و این دیدن رو خیلی تقویت میکنن تو خودشون، خوب دیدن و بعد از اون حتما وقت بذارن خلاقیتشون رو بیارن بالا. خلاقیت یه چیز اکتسابیه و میتونن پرورشش بدن. اگه دوست داشتن بعد به من پیام بدن، راهی که خودم رفتم یه کتابایی که خوندم و میگم بهشون. بعد از اینکه خلاقیتشون رو اوکی کردن، الان میتونن حالا به نظر من وارد آرت بشن و 50 تئوری 50 تمرین که برای بخش تئوریش یه سری کتاب میگم، اگه بخوان که یو ایکس و یو آی رو با هم کار بکنن، کتاب 100 تا چیز که هر دیزاینر نیاز داره بدونه با نوشته سوزان وین سنک، اینا حتما بگیرن بخونن. دیگه کتاب Tapping the Power of Visual Perception استفن فیو، اگر این که میخوان توی بازی های کودکانه کار بکنن، کتاب Design for Kids Digital Products for Playing and Learning استفن فیو باز، اینو حتما بخونن. تئوری رنگ رو حتما بخونن، بهترین کتاب تئوری رنگی که من استفاده کردم Color by Betty Edwards A Course in Marketing The Art of Mixing Colors، اینو مثلا بخونم. کتاب های دیگه هم هست در مورد تئوری رنگ، تئوری رنگ رو حتما بخونم. این تئوری ها رو اینجوری انجام بدم و وقت 50% از وقتشون، اگه مثلا 6 ساعت در روز میخواد وقت بذاره، 3 ساعتش رو حتما تئوری بخونه و 3 ساعت دیگه‌ش این تئوری رو که خونده تمرین بکنه. اینکه زیاد یه چیزی رو بکشی خوب نمیشی، اصلا زیاد آدم بکش خوبی نخواهی شد تا زمانی که تو آناتومی رو ندونی. کل کتاب آناتومی هست، میتونن بخونن. بیسیک های مثل تئوری رنگ، کشیدن حالا فرمای معمول، کپی کردن از یه چیزی رو بذارن جلوشون بکشن، اینا رو که اوکی شدن، الان زمانشه که تصمیم بگیرن که میخوان چی کار بکنن. من اون موقع تصمیم گرفتم که بیان تو بخش یو آی بازی، حالا اونا ممکنه که بیان برن تو بخش کاراکتر و اینجا کلن شاخش عوض میشه، ولی باز قضیه همینه، اون 50-50 تئوری و تمرینه میمونه. اینو انجام بدن تا زمانی که بتونن وارد یه پروژه بشن. بهترین راهش اینه که بتونن اگر تو شهر بزرگن یه مدت یه جا کارآموزی بکنن. حالا نمیدونم جریان کارآموزی فعلا چجوری، کم تفاوت یه جایی حقوق میدن یا جا نمیدن، ولی حتی اگه بدون حقوق هم شد یه مدتی برید کارآموزی بکنید. این کارآموزی بهتون آرت یاد نمیده، اما بهتون اون بخش مهمی از سافت اسکیلز و اینکه کلا کار صنعتی و کار جدی چه شکلی پیش میره رو میاد دستتون، همه چیزش که خیلی متفاوته با اون چیزی که ممکنه الان فکر کنه، با چیزی که من فکر میکردم خیلی متفاوت بود. و این کار رو که انجام میدید پخته میشید از نظر این، یه بخشی از زندگیتون رو بذارید اگر میخواید فریلنس کار بکنید بعد از این حالا قضیه ها، برید یه بخشی رو بذارید قوانین حقوقی که مربوط به شما میشه رو بخونید، مثلا سفته گرفتن زمان قرارداد، نمیدونم اگر قرارداد خاصی لغو بکنی سورس تو مثلا چجوری قرارداد هندل بکنی. حالا خیلی وقتا قراردادی نمیبندی معمولا تو ایران، ولی یه وقتهای مشکل حقوقی میخوره که باید حلش بکنی. اینا حتما وقت بذارید اگر فریلنسین، حتی اگر غیر فریلنس نیستین، باز یه سری مسائل حقوقی هست که باید بدونید، اینا رو برید دنبالش. از اون یعنی بخش خود آرتش نیست، ولی بخش از زندگیتون هست. سافت اسکیلز رو خیلی روش کار بکنید. چیزایی که من پیشنهاد میکنم حتما اینا رو دنبال بکنید، کتاب Crucial Conversations هست که خب یه حالا اسمش رو سرچ بکنید میاد، چون نویسنده‌اش چند تا الان نمیگم. این اودیو بوکش هم هست، میتونید بگیرید و گوش بدید اگه دوست دارید. کتاب High Performance
هبیتس، این هم خیلی عالیه با برند بروشارد. این هم بخونید کتاب Getting More How You Can Negotiate Stuart Diamond، این هم واقعا فوق‌العاده است. و نهایتا کتاب The Idle Team Player پاتریک لچینی، این انگلیسی و فارسیش هر دوتاش الان تو بازار هست. این چهارتا کتاب که بخونید توی مکالمات روزمرتون با بقیه خیلی کمکتون میکنه. توی ایران، توی آرت، توی بالسازی که کلن پله پله دوامتر میشه، نیاز داری که اعصاب خیلی خیلی مسلطی داشته باشی و بازم یه وقتای کم میاری، ولی خب هرچی که بتونی بهتر ارتباط موثری برقرار بکنی بهتره. یه وقتای تو میای آرتیست کارشو میزنه ولی کارشو نمیتونه ارائه بده و در نتیجه نمیتونه پروژه بعدیشو بگیره، نمیتونه تو تیم بمونه، برمیاده به همین قضیه. با کتاب کرشال کانورسیشن اینجا رو حل میکنید، تو کار تیمتون با آیدل تیم پلیر حلش میکنید و قضیه حالا اولش که میخواین با شرکت ها صحبت بکنید و قرارداد ببندید، از همون Getting More کمکتون میکنم. برای من کمکم کرده مثلا پروژه بگیرم باش و تا اینجا یه اعتبار نسبی خوبی رو حالا بین کسایی که من تونستم باشون کار بکنم برای خودم تونستم در بیارم. مطمئنم شما میتونید این کار در بیارید. اگر که از اینجا به بعدش هم بخواین ادامه بدید، تا اینجاش میرسین به اینه که من هستم، ولی خب از اینجا به بعدش که مثلا احتمالا میشه مهاجرت کردن و جاب آفر گرفتن و اینا رو بخواین انجام بدید، تو چند مرحله قبلش یه سری کارها رو بکنید خیلی خوب میشه و راحت‌تر میشه و این سختی که من الان دارم میکشم هم نخواهید کشید. اینه که حتما اکانت دریبل بیانس گیم آرت سیشن دیگه لینکدین، این رو اکانت رو بسازید، از همون اول کاراتون رو بذارید، ولی نمیخواد هر کاری رو بذارید. مثلا تمریناتون رو نیازی نیست اونجا بذارید، یه جامعه حرفه‌ای و ممکنه ایمپکت بری براتون بذارید، ولی خب کارهایی که خودتون باهاش حال میکنید رو بذارید. بعد از این مدتی کاراتون که آپدیت شد، کار قبلی ها رو پاک بکنید، نگران اون حالا نمیدونم لایک و هر چیز دیگه اون شبکه گرفتید نباشید، راحت پاک بکنید قبلی ها رو و جدید ها رو های آپگرید بکنید و سعی کنید اون صفحتون یه صفحه مثبتی باشه. این اگر که از اون اولش چنین فکر رو نکنید، بعدا به مشکل میخورید و سخت یهویی حالا این چیز رو هندل بکنید. تمام پروژه هاتون اونایی که حق دارید که داشته باشیدش، یعنی حالا شاتش رو پخش بکنید یا این چیزا، این چنین حقی رو دارید، اونا رو حالا پوشه بندی یا هر جور دیگه که میتونید ارگنایز بکنید بر اساس تاریخ اون پروژه و این جریانات نگهداری بکنید. برای جواب آفر گرفتنتون خیلی کمکتون میکنم اون بر. من الان چند تا دوست هم هستن با آرت رفتن و خودم دنبال این هم که برم این کار رو انجام بدید. حتما توی رزومه نوشتنتون، من دو جور رزومه رو امتحان کردم خودم که فعلا که تو شرکتی نیستم، ولی خب تا اینجا حالا با توجه به این سری پروژه و چیزایی که گرفتم و ایمپکت هایی که گرفتم، برای آرت دو تا رزومه داشته باشین. یه رزومه یک صفحه خیلی جمع جوری که شرکت هایی که دوست دارن تردیشنال کار بکنن و کلا سیستمشون سنتی هست، رزومه یک صفحه یه رو بفرستید. ولی یه سه شرکت هایی که کریتیف تر هم وقتی که وبسایتش میری میبینی که وبسایت خلاقانه ای داره، تاکید کرده رو قضیه خلاق و از این چیزا، حتما یه رزومه کریتیف هم بسازید. رزومه من یه کومیک بوک خیلی خلاصه بود از فانتزی شخصی خودم، حالا شما میتونید هر شکل دیگه بزنید که فکر میکنید باحاله و اینجوری نتیجه مثبت تری میگیرید. یه دونه رزومه به هر جایی نفرستید، هر شرکتی که خواستید رزومه بدید قبلشون شرکت رو یه تحقیق بکنید،
شروعش هم از وبسایتشونه، بعد شبکه های اجتماعیشونه، بعد بیاید اونا رو در بیارید توی مصاحبه ها. مصاحبه هایی که من داشتم موفق تر بودن مصاحبه هایی بودن که من اومدم پروژه خفن اون شرکت رو پیدا کردم و الان اون چیزی که حس کردم اون شرکت خودش خیلی دوستش داره و اونا روش تحقیق کردم و بین حرفام من اشاره میکردم به اون، یا مثلا یه سوالی که همیشه میپرسن اینه که شرکت ما رو میشناسی؟ و خب خیلی وقتا هم تو اون شرکت اونا رو خوب نمیشناسی و اصلا وقت نمیکنی وقت بذاری مثلا یه هفته کلا بشینی رو اون تحقیق بکنی، ولی همون تک پروژهشون هم وسط حرفاتون بهش ریفر بکنید از این سوال پیشگیری میکنه که فکر کنم سوال مهمی هم هست. توی خود قضیه آرت هم یه چیز پایانی رو من بگم، نیازی نیست یه چیزی بزنید که واقعی باشه، فقط کافیه واقعی به نظر برسه. این حرف من نیست، خودم من وقتی که تازه اومدم وارد آرت بشم یه مصاحبه ای از یه آرتیست ایرانی که توی هالیوود کار میکرد خوندم و از اون موقع تو ذهنم موند. نیازی نیست که واقعی باشه، فقط لازم که واقعی به نظر برسه. در این تفاوت بین هالیوود و بالیوود یه جوری بکنم بگم یه باز چیزی کم کس گفتم بهم بگی بگم. نه خواهش میکنم، ممنون، جواب کاملا مفیدی بود. و شنوندگان عزیز، به پایان پادکست رسیدیم. ممنون از جناب آقای فتحی و همچنین شنوندگان پادکست بابت همراهی در این قسمت از پادکست کوریر. لینک آیدی اینستاگرام آقای فتحی رو داخل کپشن گذاشته میشه که اگر کسی سوال در رابطه با موضوعاتی که تو این قسمت مطرح شد بتونن مستقیما از ایشون بپرسن.